بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه المنتجبين المنتخبين. گرانو علماء د اسلامی نړۍ، محترم و سفیرانو، د افغانستان د اسلامی دولت د کابینې غړو، د اخوت اسلامی د شورا محترم غړو، د شورای علما گرانو او معززین علما او د اسلامی نړۍ د متفکرین او اندیشمندان او علمی شخصیتونو، د افغانستان د ولایاتو متنفذین او محترم او معزز علما او د اسلامی نړۍ محترم و سفیرانو چې په کابل کې مقیم یاست، ګرانو وروڼو او خوندو، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. ستاسې مبارک قدمونه و دې علمی او سیاسي محفل و دې لوی او سرنوشت ساز بین المللي سمینار چې د علما او د رسالت او د اسلامی امت د وحدت تر عنوان لاندې جوړ سوی دی، په دې مکان کې ښه راغلاست وایم. امیدوارم چې خدای تبارک و تعالی ستاسو د اندیشه، تفکر او د زړه سوینې په وسیله باندې دا سمینار وکولای سي چې د اسلامی نړۍ او د اسلامی امت چې په دې کړکېچ باندې فعلا ګیر سوی دی، انشاءالله ستاسو د بیاناتو، ستاسو د نظریاتو په روشنایي کې د حل لاره د اسلامی امت د وحدت او یووالي حد اقل یو ابتدایي قدم وي. نن ورځ اسلامی نړۍ په مصیبتونو باندې سره دچار ده. دا د اسلامی شخصیتونو، علماو، متنفذینو، روشنفکرانو او اندیشمندانو وظیفه او مهمه دینی او اسلامی دنده یې دا ده چې د دې کړکېچ د حل لپاره لاره ورته وموندي او د اسلامی امت لپاره د تفکر او د اسلامی امت پر مخ باندې یو لاره خلاصه کړي، چې نن ورځ موږ په فلسطین کې، په لبنان کې، په عراق کې، په افغانستان کې او په ټوله نړۍ کې هر ګوټ کې چې مسلمانان دي، هغه مسلمانان یو مصیبت لري. امیدوار یو چې انشاءالله د دې سیمینار خیرات او برکات د اسلامی نړۍ دپاره او خصوصا د افغانستان د اسلامی ملک او د افغانستان د مسلمان مجاهد او زړور ولس دپاره یو د لاره د حل پیدا سي چې انشاءالله زموږ خلک بعد د څلور دهو جنگ، بدبختی، نفاق او شقاق څخه خلاص سي او ټوله د اسلام تر بیرق لاندې په دې اسلامی ملک انشاءالله د اسلام د احکامو د تنفیذولو انشاءالله لاره ورته جوړه سي او په افغانستان کې دا د صلح، یووالي او وحدت یو قدم وي انشاءالله. برادران و خواهران عزیز، اعضای محترم کابینه دولت اسلامی، اعضای محترم پارلمان و مجلس سنا، اعضای محترم شورای اخوت اسلامی، اعضای محترم شورای علمای سرتاسری، اعضای محترم شورای علمای شیعه افغانستان، اعضای محترم اکادمی علوم، سفرا و کارمندان سفارتهای کشورهای اسلامی مقیم کابل، مهمانان محترم خارجی، علما، دانشمندان و متفکرینی که در این سمینار دو روزه بین المللی تحت عنوان رسالت علما و اخوت اسلامی گرد هم آمدیم، ما امیدوار هستیم که در پرتو رهنمایی ها و اندیشمندانه شما راهکارهایی برای چالش های فعلی جهان اسلام و کشور عزیزم افغانستان راهیابی شود و بتوانیم که انشاءالله این سمینار راهکارهایی ولو ابتدایی برای حل معضل
وحدت امت اسلامی در سراسر جهان خصوصا در کشور عزیز ما افغانستان قدم هایی را برداریم و بتوانیم که با وحدت و اتحاد امت اسلامی از تشتت و پراکندگی و از توطئه های قدرت های جهانی و دشمنان اسلام و قرآن عظیم و شان انشاءالله جلوگیری به عمل بیاید. خیر مقدم عرض میکنیم به همه مهمانان عزیز، چه دوستان بزرگوار، علما و دانشمندان و متفکرینی که از خارج از کشور، از کشورهای مختلف جهان اسلام تشریف آوردن و قدم رنج فرمودن، و هم شخصیت ها و متفکرین مسلمان سراسری کشورهای اسلامی و مهمانان بزرگوار، علما و دانشمندان داخلی که در این شهر جمع شدیم. ما امیدواریم که انشاءالله بتوانیم این سمینار خیرات و برکاتش برای مردم افغانستان ملموس باشه، انشاءالله قدمی باشد در راه صلح، امنیت این کشور مصیبت دیده که امروز بر اثر توطئه های جهانی دشمنان اسلام و استکبار جهانی بیش از 4 دهه دچار مصیبت است. انشاءالله این سمینار قدم های ابتدایی را بردارد که آرام آرام نقطه پایان بر این مصیبت بزرگ که در این کشور وجود داره انشاءالله گذاشته شود. احترامانه دعوت میکنیم از اعضای محترم هیئت رئیسه که در جایگاه تشریف خواهند آورد. محترم مولوی صاحب کشاف، رئیس محترم موقت شورای علمای سرتاسری کشور. مولوی صاحب عبدالماجد وفی، رئیس محترم شورای اخوت اسلامی. معاون سرمحقق محترم عبدالراشد باری، عبدالباری راشد، رئیس محترم اکادمی علوم افغانستان. حضرت آیت الله تسخیری، دبیرکل محترم مجمع جهانی تقریب. محترم الشیخ عبدالمحسن الغول، رئیس البعثة الازهریه بالکابل. حضرت آیت الله صالحی مدرس، معاون اول شورای علمای شیعه افغانستان.